علاوه بر ترکیه و لبنان، اینک عراق هم در تلاش برای بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان می باشد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های مستند، افرادی که به سوریه بازگشتند از سوی حکومت سوریه مورد آزار و اذیت واقع شدند. با هم به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. یک گروه برجسته حقوق بین الملل می گوید که مقام های عراقی در بغداد و منطقه نیمه خود مختار کردستان عراق به طور خودسرانه پناهندگان سوری را بازداشت، اخراج و به کشورشان باز می گردانند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک گفت مواردی را مستند کرده است که در آن مقام های عراقی سوری ها را با وجود داشتن اقامت قانونی یا ثبت نام در کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل اخراج کردند. سوری ها گزارش دادند که در یورش هایی در محل کار یا خیابان ها و در دو مورد در دفاتر اقامت هنگام تلاش برای تمدید مجوز دستگیر شدند. بر اساس گزارش کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، عراق میزبان حداقل 260,000 پناهنده سوری است که حدود 90% آنها در منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق زندگی می کنند و حدود 60% در مناطق شهری زندگی می کنند و بقیه در کمپ های پناهندگان حضور دارند. در این گزارش همچنین آمده است که دیدبان حقوق بشر بین 19 تا 26 آوریل با 7 سوری در اربیل و بغداد که در حال اخراج بودند، از جمله 4 نفر در فرودگاه اربیل که منتظر پرواز بودند صحبت کرده است. دولت اقلیم کردستان عراق در شمال بنا به درخواست بغداد ورود ویزا برای شهروندان سوری را به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر به منظور تنظیم مقررات نیروی کار خارجی در عراق به تعلیق درآورده است و توانایی سوری ها برای ورود به اقلیم کردستان برای کار یا پناهندگی را محدود کرده است. بسیاری از شرکت ها در عراق کارگران سوری را بدون ثبت قانونی آنها استخدام و ساعت های طولانی با دستمزد کم به کار می گیرند. قوانین جدید در اقلیم کردستان عراق شرکت ها را ملزم می کند که کارگران سوری را ثبت نام کنند و برای آنها حق بیمه پرداخت کنند. با این حال برخی از شرکت ها کارکنان را مجبور می کنند نیمی از حق بیمه تامین اجتماعی را از حقوق خود بپردازند. کشورهای میزبان که پناهجویان سوری را پناه دادند به طور فزاینده‌ای برای بازگشت آنها به کشور خود که اکنون در 14 سال خود قرار دارد فشار آوردند. سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشر اما می‌گویند سوریه برای بازگشت ناامن است. دیدبان حقوق بشر گفت که در ژوئیه 2023 گزارش شده که سوری‌هایی که از عراق بازگردانده شدند در بازداشتگاه اطلاعات ارتش سوریه شکنجه شده و به خدمت سربازی اعزام شدند. گفتنی است که عفو بین الملل هم در ماه می از رهبران جهان به ویژه کشورهای اتحادیه اروپا خواست از پناهجویان سوری در لبنان محافظت کنند و اطمینان حاصل کنند که آنها به زور اخراج نمی شوند. در آوریل گذشته هم دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که مقام‌های لبنانی به صورت خودسرانه پناهجویان سوری را بازداشت و شکنجه کرده و در ماه‌های اخیر آنها را به زور به سوریه بازگرداندند. اوزگار اوزل، رئیس حزب جمهوری خلق و رهبر اپوزیسیون ترکیه هم به تازگی گفته است ما نمی‌خواهیم پناهندگان در کشورمان بمانند یا وضعیت کنونی دائمی شود. به همین دلیل برای حل مشکل پناهندگان سوری ابتکار عمل را به دست خواهیم گرفت. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت همراه ما هستند. سلام و عرض ادب. آقای شریفی نژاد، لطفاً در رابطه با وضعیت پناهجویان سوری در لبنان و عراق و ترکیه و راهکار حل مشکل آنها توضیح بفرمایید. من وقت بخیر از میگم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکتون. ببینید، آنچه که در مورد پناهجویان سوری در 3 کشور لبنان، عراق و سوریه و ترکیه بحث میشه، بحث 3 بحران
غذا، بحران عدم اخراج و بحران محیط زیستی که برایشون و بهداشت فردی که بهشون وجود داره است. مهمترین بحرانی که الان دارن بحران اخراج از کشورهایی که بنا پناه بردن هستش، به این دلیل که بعضی از کشورها منابع مالی که از کشورهای دیگه دریافت کردن بابت هزینه کرد نگهداری افراد و به خرج کارهای دیگه در مسائل کشور کردن و این بودجه وجود نداره که بتونن از اینا حمایت بکنن، دارن اینها رو به سمت سوریه دوباره برمیگردونن که بخوان که هم پولی که از نهادهای بین‌المللی گرفتن رو هزینه کرد بکنن، یعنی فاکتور سازی بکنن، همین که با تحت فشار قرار دادن مردم سوریه در این کشورها بخوان از جلوگیری بکنن از بحرانی که به نظر اینا بحران انسانی هست مطرح بشه. بله، سپاس از شما سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت.